و فقط هم آدم هایی فریب میخورن که عذر میخوام یا نگاهشون تا نوک بینیشونه و یا اینکه خدای نخواسته در حال نه ببینید در شرایط اینکه بفهمید اینا حالا تحلیله ولی حالا این مقطع 28 مرداد یه بخشی است اما همواره از این لزوم تغییر ساختار نظام سیاسی حرف زدن الان این تعبیر استفاده نمیشه نه ببینید آقای من اینو یه توضیح بدم در حد خودم ببینید براندازی جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک خط استراتژیک آمریکا همیشه با خودش داشته و تغییر دولت‌ها هم در اون تغییر ایجاد نکرده خودشون هم با صراحت میگن یه نمونه‌ش رو بگم وقتی که در دولت قبل یه مقطعی رسید که توی عمان یه صحبت‌هایی شد در مورد هستی و بعد بس بر این بود که ممکنه به یه توافق برسن تحریم‌ها برداشته بشه ولی دیوید هیوم مفسر معروف نیویورک تایمز دیوید هیوم یه نکته ای رو مطرح میکنه کجا؟ یه نکته رو مطرح میکنه توی یک نشستی با نمایندگان سنا میدونی چی میگه؟ میگه خب اگر احیانا توافقی بشه حالا اون بنده خدا نمیدونست توافقم بشه نمیخوان تحریم ها رو بردارن خب اگر احیانا توافقی بشه تحریم ها رو باید برداریم و حالا اینکه تحریم ها و حالا اینکه هستی موضوع اصلی تحریم ها نبود مسئله اصلی تحریم ها تغییر یه حرکت دو پلکانیه با دو پله ابتدا تغییر ساخت تغییر رفتار ایران دوم تغییر ساختار ایران اینا هنوز هم اینو میگن من یه چیزی میخوام عرض بکنم بعد میبینم که تا میخوام میگم یه دفعه یادم میفته که حضرت آقا به بهترین نحوی گفتن منظور من این نیستش که ببینید حضرت آقا وقتی که صحبت هایی میکنن فرمایش های دارن حضرت آقای از امام برای ما به عنوان یک باور عمیقه ولی علاوه بر این سند براش میارن از جمله اونا این نکتهیشونه اونا از این که از طریق نظامی از طرق دیگه ما رو واداره به تسلیم کنن ناامیدن وارد فاز بعدی شدن فاز بعدی چیه؟ فاز بعدی اینه که به قول از آقا میتونن ظاهر رو نگه دارن درون رو تغییر بدن حتی آقا گفتن که حتی ممکنه یه روحانی هم در رأس حکومت باشه ولی دیگه حکومت اون موضوع اصلی نداشته باشه اما این که میگن که ما دنبال براندازی نیستیم یعنی چی وقتی که این تغییر حضرت آقای فرمودن تغییر ساخت تغییر رفتار یعنی همون تغییر ساختار ببینید اینی که الان اینو میگن مگه اینا نمیگن که تا 15 سال دیگه ایران تغییر رفتار میده ابراز امیدواری میکنن میگن خود اوباما وقتی که برای سابان توضیح میداد که چرا به توافق هسته‌ای رسیدن گفت شما نگران نباشید ما تمام تلاش خودمون رو کردیم اول دوباره دیسمنتل بوده اول دنبال این بودیم که اصلا اوراق کنیم حالا یه حد اقلی دادیم اما اطمینان میدم که تا 20 سال دیگه تا 15 اطمینان میدم که تا 10 سال دیگه رفتار ایران الزاماً تغییر پیدا میکنه من یه خاطره کوچیک براتون میگم بد نیست این خبرنگار واشنگتن پست بود اومده بود که ایان یه صحبتی میکرد مصاحبه میکرد ببخشید خواهش میکنم سلام الله علی حسین یه مصاحبه میکرد میگفتش که چرا شما میگید با توافق انجام نشده به برجام نرسیده بودیم میگفت چرا شما میگید توافق خوب نیست گفتم کی میگه توافق خوب نیست با توافقی تو اون منافع ما نباشه بعد به ایشون گفتم ببین علت اینه که شما نمایندگانتون وقتی پشت میز مذاکره می نشینن نگاهشون به میز مذاکره است ولی حواسشون جای دیگه است حواسشون توی لبنانه توی سوریه است در عراق در یمن شما مشکلتون با ما اونجاست وگرنه خود مذاکرات اینا رو فقط برای فروش میخوان بچهای ما رو میبردن تو ظفار که اصلا ربطی به ما نداشت به جنگل هواپیمای 330 های ما اینا سنده هواپیماهای 330 ما در اختیار اسرائیلیا بود چرا؟ میخواستن برای امام مهدی یمن که با یه کودتایی بایستی کنار گذاشته شده بود بعد چیز ببرن عبایبان تو خاطراتش رسمن میگه میگه ما نیروهای کمتری داریم بنابراین نبایستی روی خلبانهای خودمون ریسک میکردیم یه چنین وضعیتی بود وقت با این 70 میلیون وضعیتی کشور
یه تهران یه چند تا یه چند تا شهر بزرگ یه آب و رنگی داشت، بقیه چی؟ خب اینا کجا میرفت؟ و این در حالی بود که ما عرض کردم مثلا نفتی هم که ما میفروختیم، خب همه میدونن ما بچه‌هامون با قایق‌های توپدار کشتی‌های نفتکش ما رو چیز می‌کردن، نفتکش ما رو اسکورت می‌کردن، ولی می‌زدن هواپیمای فرانسوی‌ها به عراق هواپیمای سوپر استاندارد دادن و بعد با قیف لیزری، یعنی قیف لیزری رو هواپیما زوم می‌کرد روی کشتی نفتکش ما می‌زد که بعد ما مجبور شدیم بریم مثلا از طریق سیلی و غیره ببریم. یعنی آمریکا اومده و میاد که غارتگری کنه. همین الان آمریکا نزدیک به 20 اعتراف خودشونه نزدیک به 20 هزار میلیارد دلار بدهی غیر بدهی ناتوان از پرداخت داره و این در حالی هستش که به قول از آقای نزدیک با میزان تولید ناخالصشه، یعنی توی بحرانه. برای اولین بار مجبور هستن سیاست ریاضت اقتصادی دنبال کنن. همین آقای ترامپ پریشب میگفتش که در آمریکا 40 میلیون نفر گرسنه میخوابن. خب من در مورد منافع و مزار رابطه یا نبود رابطه با آمریکا اتفاقا میخوام طرز سوال بکنم. ببینید آقای رحیمیان، جدا از اینکه اصلا رابطه با آمریکا، من معذرت میخوام، منظور من این هستش که اون کسانی که ببینید اون کسانی که این نسخه ها رو میپیچن، این نسخه ها رو میپیچن، نسخه فلاکت میپیچن. خب اتهام در مورد هسته‌ای میگن، خب علیرغم این عهدشکنی هایی که الان اتفاق افتاده و همه جهان به تعبیر جناب آقای رحیمیان همه شاهد هستن، اما ایران در مذاکرات هستی دستاورد های خوبی هم داشته، مثل پذیرش رسمی حقوق هستی ما، مثل شکستن اجماع و ترک برداشتن دیوارهای تحریم علیه کشورمون. این دستاوردها بوده. ضمن اینکه ما وقتی صحبت از عدم مذاکره میکنیم، همونطور که مذاکره با کشور به ویژه آمریکا باید منافعی رو برای کشور داشته باشه، باید به سراغ این موضوع هم بریم که عدم مذاکره و عدم ارتباط با یک کشور هم باید منافعی رو برای ما مترتب کنه. عدم مذاکره و ارتباط سیاسی با آمریکا برای کشور ما چه مزایایی تو الان داشته و میتونه در آینده داشته باشه؟ بله ببینید، در مورد اون بخشی که فرمودید که بعضیا میگن هر روز یه انقدر ضرر میکنین، خب همین آقایون میگفتن که هر روزی که برجام انجام نپذیره، هر روزی که ما به توافق نرسیم 170 میلیون دلار ضرر میکنیم. خب الان نزدیک یک سال گذشته دیگه، باید حساب بکنین 170 میلیون دلار روزی 170 میلیون دلار الان چقدر باید بشه. همچی خبری نیست. اما اون قسمت دیگری که الان اشاره کردیم که بله، امروز هم یکی از آقایون فرمودن که ما 100 تا تحریم رو برداشتیم و 3 تاش مونده و یه عده این 100 تا رو نمیبینن، اون 3 تا رو میبینن. اصلا سوال از اول این بوده، یکی از اون 100 تا رو بگید چی بوده. این که گفته میشه تحریم ها برداشته شده، خب بگید تحریم ها چیش برداشته شده؟ فضایی که نیست، کدوم تحریم برداشته شده؟ تحریم های بانکی هست. آقای سیف میگن که بانک ها با ما، بانک های بزرگ با ما رابطه برقرار نمی کنن، ما رو مجبور میکنن FATF رو بپذیریم، یعنی باز یه گام به عقب برداریم. در مورد غنی‌سازی، ببینید غنی‌سازی ما، من عذر میخوام به هر حال باید بگم، به دوستانمون هم میگیم تا حالا پاسخی نشنیدیم. ببینید غنی‌سازی ما رو به رسمیت شمردن یعنی چی؟ شما غنی‌سازی صنعتی باید بکنی، غنی‌سازی پایلوت که نمیخواییم، غنی‌سازی آزمایشگاهی که لازم نداریم. بله به ما اجازه دادن که ما 300 کیلو در سال، یعنی هیچ وقت 300 کیلو بیشتر نره، اورانیوم غنی شده یه زیر 5% ما، خب 20% اونو که گرفتن، عراق رو که گرفت، البته عراق داشت به چیز میرسه. خب بعد اون وقت ببینید چی میگن، بعد میگن که ما UF4 رو، UF4 رو یعنی تتروفلور اورانیوم رو وارد بکنیم، همون کیک زرد رو خودمون حق نداریم، اونو وارد میکنیم بعد تبدیلش میکنیم به UF6 هگزافلور اورانیوم که اون اورانیوم غنی شده است. این از 300 کیلو بیشتر نباید باشه. خب ما UF4 رو بیاریم تبدیل کنیم که چی؟ یعنی بعد چی کارش کنیم؟
یه اینکه به کریم خان گفتش که باز هدیه داد، کریم خان گفت این چیکار میگفت روزی یک خوراکش چی، گفت روزی یک کبوتر میخوره. گفت خب چیکار میکنه؟ گفت روزی یک کبوترم میگیره. گفت خب ول کنش خودش بگیره خودش هم بخوره دیگه، ما میخوایم چیکار؟ ما اینو مثلا بعد وقت با افتخار گفته میشه که ما تونستیم، ما میتونیم مثلا آب سنگین صادر کنیم. آقا آب سنگین ما رو وادار کردن صادر کنیم، کی گفته ما میتونیم؟ ما رو وادار کردن که صادر کنیم. بنابراین ببینید بحث اصلا دو کلمه است. این که گفته میشه ما غنی سازی رو به رسمیت شمردند و بسیاری از تحریم ها برداشته شده، خب بگیم کدوم تحریم برداشته شده؟ آقایونی که دستندرکار اصلی هستن میگن برداشته نشده. آقای صالحی میگه تحریم رو کاغذ برداشته شده. آقای ظریف میگه رو کاغذ برداشته شده. آقای عراقچی میگه رو کاغذ برداشته شده. آقای تختروانچی که اینا همه چی چی دارن، خدا خیرشون بده، ایشون هم میگه فقط روی کاغذ برداشته شده. آقای سیف میگه دستاوردهای برای ما تقریبا هیچ بوده. بله، میگن که ما صدور نفتمون دو برابر شد، یه میلیونمون مثلا دو میلیون شد. خب بله، ابی نداره، سلام قبول، پولش برگشته. وقتم صدور نفت، ببینید طرف زبله، صدور نفت آزاده. چرا؟ چون دنیای غرب بهش نیاز داره، نه نفت 100 دلارا. حالا که نفت قیمتش تقریبا یک سوم شده، از یک سوم داره میاد پایین تر، حالا به این نفت مجانی نیاز داره، ولی اینو ما صادر میکنیم. پولش چی؟ تهاتر بکنیم. مثلا ما به هند نفت صادر میکنیم، تهاتر کنیم چی بگیریم؟ مثلا بریم برنج فلان و برنج فلان میگیریم، بعدش معلوم شه که به اصطلاح از نوع تراریخته و ده ها چیز دیگه است. ببینید اصلا سوال اینه که وقتی میگیم سودی بردیم چه سودی؟ اما اینکه فرمودید مذاکره، بله ببینید اول باید ببینیم مذاکره یه فرمول داره. آقای مهدی قلیلو عزیز، مذاکره یه فرمول داره. مذاکره وقتی میشه، مذاکره صحبت در مذاکره سخن از بده و بستانه. آقا اینو فرمود، اصلا قاعده مذاکره اینه. توی مذاکره شما یه کف مذاکره دارید که نقاط مشترکتونه، بعد با هم بحث میکنید تا اینکه به انتهای مذاکره، به نقطه مورد توافق طرفین برسید. ببینید من از این آقای برلوئر که مدرس مذاکرات در به نظر میاد برکلی یا در دانشگاه کالیفرنیا، به نظر میاد تو برکلی، ببینید این رسما میگه ما در مذاکرات بایستی از حریف، اسم میبره ایران هم، نمونه میاره ایران، برای دانشجوش داره میگه ما باید در مذاکرات از حریف چیزی بگیریم و در مرحله بعد چیز دیگری بگیریم که او به دنبال اون چیز دیگه باز امتیاز به ما بده. ما میگیم مذاکره، خب کف مذاکره چیه؟ بعد سقفش. ما با آمریکا روی چی میخوایم؟ ببینید آمریکا یه دفعه آقا فرمودن و دقیق هم هست، ببینید آمریکا مذاکره رو برای مذاکره میخواد. خودشون میگن ما مذاکره رو برای توافق نمیخواد، مذاکره برای چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا وقتی که مذاکره میکنه با ما، این مذاکره رو میفروشه، یعنی به نهضت‌های جهانی، به بقیه میگه اگر شما معتقدید که اگر ایران الگوی شماست، او هم نهایتا مجبور شد با ما کنار بیاد. همون چیزی که مثلا سزار میگفت همه راه به روم ختم میشه، یا هارون الرشید میگفتش که ابر رو که میدید میگفت برو هر جا دلت میخواد ببار، از سرزمین من بیرون نیستی. اونا دنبال اینن و اینم پنهان نمی کنن. بنابراین برای ما مذاکرات به نظر من نه فقط سود نداره، بلکه خطر هم داره. این که بفهمید اگر نکنیم خطرش چیه، کاری که انجام دادنش مضره، خب انجام ندادنش خوبه دیگه.